در دایره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، حکومت ناحیه و صاحبکاران محلی جهت رشد دادن سمتهای افضلابناک دههای دوردست ناحیه کمر بستند. محض در دایره همین هدفها کارهای بنیادکاری و سازندگی شروع از مرکز ناحیه تا دوردستترین دههای آن جریان دارد. در جماعت دهات هایت ناحیه رهبریت جماعت در یکجایگی با صاحبکاران وطندوست محل جهت رشد و نموی جماعت و جلب بیشتر سیاحان کمر بسته، راههای ناهموار و تعمیرطلب جماعت را شغلپوش کرده، کارهای سازندگی و بنیادکاری را در جماعت وسعت تازه بخشیدند. در مرکز جماعت و دههای آن در دایره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی بنیاد تالار ورزشی زمانوی، حمام، سرتراشخانه، مرکز آموزشی و یک بینای فراغتی و معیشی جریان دارد. ما مردم جماعت دهات هایت همین تصمیم گرفتیم که انشاءات های جشنی را تا دوره 30 سالگی سیلوریت به اتمام رسانیم و این چونونه که شما در اینجا دیده ایسایت یک تالار ورزشی خب با درازی 20 متر درازی شد حجم پهمی 13 متر با تشبوس یعنی این مردم صاحب کارو ما گوه کرده ایسایم حشر طریق حشر قطعی همین ساختمان ما رفته ایسود است و این چونونه یک ساختمان حمامی زمانوی که با تمامی تجهیزاتش با سرتراشخانه و با حمام زمانوی با گسنیسه در اون طرف دههای دیگر در دههای شهیدان این چونین این ساختمان هم رفته ایستاده است و یک سینخونه ایلوگی در دههای یرخیچ بالو که در طرف دههای یرخیچ است این چونین با تشبوس مردم با سرجمعی همین مردم و کرده است و ما مردم هایی وقتی که همین روش دهات اعلام نمودن پیشوای معظم ملت ما وای کردن اعلام گفتیم تمام مردم قطعی هم صحبت چیدیم مجلس ها گذارندیم مردم همش با یک درکی بلند با یک روحیه بلند وای کردن نیتون گرفتن که البته حوزی همین دهو را هم روش کنند کوچه را روش کنند مقصد مردم هم مقصدشو تیمی آبادی و پیشتایی از سر مردم جماعت روزی با صفایتان بخیر و شادی باشد عزیزان. این لحظه نشر نوبتی برنامه تحلیلی سیاسی پیشرفت را در موضع قسمت غربی کانی انگشت فون یغناب تهیه داریم که کانی مذکور در 109 کیلومتری شهر دوشنبه در بالاتر از شهرک زرافشان یک ناحیه عینی قرار دارد و ما باشیم در بلندی 2000 متر از سطح بحر عین حال قرار داریم که مشاهده کرده ایستادیم کارهای جمعیت دارای مسئولیتش محدود توک و رسورس را که با قبط کشایی و کندن و استخراج انگشت تازه صفت اعلی برای تامین مرکز برق و گرمیدهی شهر دوشنبه کارها رفته ایستاده است. استقلالیت برای ملت ما دستاورد بی‌نظیر و نعمت بی‌بهاست، زیرا برای نوئل گردیدن به هدف‌های عالی مردم کشورمان شرایط مساعد تاریخی فراهم آورد. یعنی در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان به پیشرفت تمام ساحه‌های حیات جامعه و دولت از جمله به یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک رشد ساحه صنعت و کوهکاری نوئل گردید. مطابق ماده 13 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان در باره حکومت جمهوری تاجیکستان و با مقصد تامین رشد استوار اقتصاد ملی برطرف نمودن کمبودی های جای داشته تامین اجرای هدف های استراتژی نوئل گردیدن بر رشد استوار ساحه های اجتماعی و اقتصادی و در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 فوریه سال 2020 خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جهت پیشگیری حادثه های ناخوش و صدمه ها در استحصالات تدبیرهای ضروری اندیشیده نظارت استفاده ثمرناک کانها را مطابق مقررات قانونگذاری و معیارهای تکنیکی براه مانده از نتیجه فعالیت منتظم به حکومت جمهوری تاجیکستان معلومات پیشنهاد می نماید. مقصد و وظیفه های خدمات نظارت دولتی بهتری کارها در صنعت و سایه کوکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در آن است که پیوسته نظارت نمودن از طرز نظام استخراج و درست کارکرد تکنولوژی کن و رعایت نمودن طلبات های قاعده های یگانه به خطری و صفتناک کندن استخراج نمودن کارهای قبط کشایی پرمگری ترکشی و استخراج انگشت در کنها و کارخانه های زیرزمینی می باشد.
انگشت معدن سخت سوزنده است که از نباتات به وجود آمده است. کارشناسان ساحه آن را به دو نوع جدا کردند، طبیعی و سنعی. انگشت طبیعی سوزشواری سخت بوده در روندهای بیوخیمیاوی، فیزیکاوی و خیمیاوی حاصل شده است. انگشت طبیعی خوب می سوزد. صفت سوختنش به مقدار ماده های ارگانیکی آن وابسته است. اگر جنس ماده ارگانیکی کم داشته خاکسترش از 50% زیاد باشد، جنس انگشتدار می نامند. انگشت طبیعی را از جهت درجه متافوریزم ماده انگشت حاصل کننده، اول نباتات به تورف و سپس آن به انگشت تبدیل می یابد، به انگشت بور، انگشت سنگ و انتراسیت جدا می کنند. انگشت بور یا قهوه‌ای رده پایانی انگشت طبیعی بوده، از تورف به وجود می آید و سه نوع خاکه، سخت، لیگنیت یعنی چلا انگشت می شود. ترکیبش از کیسلوت گومین، ماده های ارگانیکی، بیتوم ها، زیفت و غیره عبارت می باشد. انگشت بور چون اشیای خام صنعت شیمی و سوزشواری استفاده می شود. کلانترین کان های انگشت بور در ایالات متحده آمریکا، روسیه، چخیا و آلمان واقع اند. در تاجیکستان یکچند کان های انگشت بور موجودند که کلانترینشان کان شوراب محسوب می یابد. انگشت سنگ. انگشت سنگ نیز انگشت طبیعی بوده، درجه انگشت شدنش به مرحله میانه متافورفیز راست می آید. رنگش سیاه یا خاکسترنگ سیاه تا. ترکیبش باشد از ماده های ارگانیکی، کربن، هیدروژن، اکسیژن، کمی نیتروژن و مینرال سولفور دارد. انگشت سنگ عادتا به تمغه های انگشت سنگ بلند آتش، گازی، گازی روغنناک، روغنین، کوکس شونده، پوره پخته شونده، کوهیده، انتراسیتی و غیره استحصال و چون سوزشواری در صنعت خیمیا، متالورگیا و غیره استفاده می شود. در تاجیکستان کلانترین کان انگشت سنگ فون یغنوب بوده، ذخیرش زیاده از 900 میلیون تن را تشکیل می دهد. انگشت سنعی در برابر خود دو گروه منصوبی دارد. یکم انگشت چوب منصوب انگشت سنعی است. براهی در قره و رتورتا به هوا تفسانیدن چوب حاصل میکنند. با توفایل خاصیت های بلند ادسورپسیونی داشتنش در بعض روندهای متالورگی، استحصال سیلیسی کریستالی، کربوسولفید در روزگار و خواجگی خلق استفاده میشود. نوی دویوم این انگشت جاذب یعنی فعال را که به انگشت سنعی منصوب است، از انگشت طبیعی یا انگشت چوب براهی نس کردن ماده های زیفت حاصل میکنند. خاصیت ادسورپسیونی انگشت جاذب خیلی بلند است. آن را در تکنیکای بلند واکوم، صنعت، تیپ و غیره استفاده میبرند. در قطعه که شما حاضر حضور دارید، کره قبط کشایی، کره استخراجی برای آمان داشته است و اینچنین کره قبط کشایی باشد، با طریق کره پرمکنی، ترکشی برای آمان داشته است. در نزد کارخانه از طرف وزارت صنعت و تکنولوژی نوی جمهوری تاجیکستان نقش رشد کره که تصدیق شده است و اینچنین ما موافق نقشه کارها را برده ایستادیم و نقشه جنبست 9 ماهه را کارخانه تصمیم گرفته است که تا جشن 29 سالگی دولتی نقشه را اجرا نماید. در جمهوری تاجیکستان حالا 13 کانهای انگشت موجود است که با آنها داخل می شوند کانهای شراب، فون یغناب، موغیان، غزن، کشتوت زوران، زیدی، نظر ایلاق، تاشقوتن، حکیمی، سیاد، میاندو، شرابات و روانان. کان انگشت فون یغناب در حدود ناحیه عینی ولایت سوخت در مسافه 130 کیلومتر از طرف شمال و غربی شهر دوشنبه جایگیر شده است. کان انگشت در مسافه 24 کیلومتر قدقد دریاهای یغناب و فون دریا طول کشیده و نیشبی قطرکوهای زرافشان و حصار را در بلندی 1600 تا 3600 متر از سطح بحر اشغال کرده است.
در غفصی قبط های انگشدار دوره یورا زیاده از 50 قبط و زیر قبط های انگش آشکار کرده شدند که از اینها 16 تاش دارای اقتداری کاری می باشند. طلبات به انگش یعنی تقاضا میکند که ما با کارکرد زیر زمین انگش گذاریم. برای مثال هر کان انگش خواننده بگیرم اگر این کان اساساً برای کارهای زیر زمینی پیش بینی شده گیست است. شرایط خوابش قبط انگش امین را به ما مجبور می سازد. قیق خسمی معین قبط انگش هست که می توانه برای زیر زمینی ایچی رکیم که انزمان کارها به نسم رفته ایستاده است. دستگاهی که ما در نوار میبینیم دستگاه فرماگری بگیا دوی استحصال فیدراسی روسیه میباشد که سال جاری کارخانه فری شخت ایفونیانو باز فیدراسی روسیه خریدار نمونده برای هرچی زودتر و با صفتر به انجام رسوندن کارهای فرماگری یعنی گذاشتن حرفیات های کوهی یاری رسان و حرفیات های کوهی یعنی برای تامین و گردشی هوای تازه در داخل شخت خریدار نمونده است. دستگاه مذکور در یک شبانه روز امکانیت گذاشتن زیاده از 30 متر حرفیات های کوهی را به ما تامین می نماید و اینچنین امکانیت دارد که در نوبت اول گذاشتن با تا حرفیات دیامتری 500 می گذارد و در وقتی از آن گشته آمدن امکانیت کشود نمودن همین حرفیات با تا دیامتری 1200 میلی متر یک متر و 20 سانتی متر فراهم می‌آید که برای گذاشتن هوای تازه برای ترکیل برای برآمدن هوای چنگ و تامین هوای تازه در نخ یاری می‌رساند. کانی انگشت فون یک نوب خیلی جالبی دقت می باشد. انگشت کان بلانسیفت کوکس شونده نوی گی یعنی گازدار و گازدار روغنین بوده. ذخیره دورنما زیاده از 0 از 10 9 میلیارد تن و ترازی قریب 400 میلیون تن را تشکیل می دهد. کانی انگشت کوکس شونده فون یک نوب پیشصف صنعت انگشت جمهوری به حساب می رود. کانی انگشت از سال 1983 این جانب از طرف کارخانه فرعی شخت فون یک نوب استخراج و استحصال شده. در برابر کارخانه مذکور اینچنین دیگر کارخانه ها نیز پی استخراج و استحصال در کانی انگشت فون یک نوب فعالیت دارند. در کانی انگشت فون یک نوب از 18 قبط کاری انگشت 5 تا قبط دارای خصوصیت بلند کوکسچوی می باشد که گدازش را با واسطه آمیخته گوناگون طلب می نماید. ذخیره انگشت دیگر قبط ها اشیای خوب انرژتیکی محسوب می یابند. اقتدار قبط ها از 1 از 10 0 تا 14 از 10 5 متر می رسد. بینندگان گرامی بعد از اون که در ادامه برنامه تحلیلی سیاسی پیشرفت دایر به کانهای انگشت جمهوری معلومات گرفتید، این لحظه قرار داریم در بلندی 3080 متر از سطح بر قطعه زیرزمینی کارخانه فرعی شخته فون یک نوب و همراه ما هستند متخصصی خیلی ورزیده ای که چندی سال تجربه عالی کاری دارند و از زبان ایشون یکچند معلومات های بسیار هم مفصل و مکمل شنیدیم که این حال به سهم شما نیز میرسانند. سنگوف محمد شو سردار قطعه یعنی قطعه زیرزمینی. قطعه زیرزمینی در میان دیگر کانهای استخراج انگشت جمهوری نظیر ندارد و ما خواستیم که همراه اکوی محمد شو از دید با کارمندان یعنی داخل قطعه دیداربینی کرده از زبان ایشون فهمیم که شرایطی بود و باش شرایطی کار چگونه. سلام علیکم، خسته نباشید. برنامه تحلیلی سیاسی پیشرفت. خب یک چند لحظه وقت نمیگه واقعا این مهنت شما رو تنها اون نفرای قدر میکند که انم جمعی بیاد و از نزدیک میبینید که شما چگونه زحمت میکشید. امروز در جمهوری 90% استخراج انگیش مثلا برای روی زمینی برامونده شده است و چخیلی که منش دیده ایستاده ایم شخت قطعه های زیر زمینی روش شده ایستاده است. چخیلی در اینجا منش مکنده ایستاده در دیگر جای ها این امکان میدید که کندنی مثلا برامونده استخراج انگیش در شرایط زیر زمینی روش جابد. معلومات میدوده دارم یک شعاره که شختیاران یا که کوکنان دارن بگذار شماره
برآمدگان از قیده زیرزمینی به شماره درآمدگان برابر شود. یعنی که هر یکی که با امید نیک برای پیشرفت روزگار خود، برای پیشبودی جامعه تاجیکستان، برای پیشبردی سوهای صنعت تاجیکستان دست در کار می شود. خدا کند که از قیده زیرزمینی سوق و سلامت و نزد فرزندانش شود. برای ما باعث فخر است که ما با پیرانی کار، اکثریت کارمندان ما سابقه کاری نه کمتر از 10 سال، نه کمتر از 25 سال بود. معرفی میکنیم به بینندگان. به معلومات شما آقای شریف بیگ، این کس رجب شریف جون، این کس گویل چلونگاری برقی خدای زیرزمینی سابقه کاری زیاده از 25 سال در شختای شروب شهر اسفره دارند. اینچنین استوی کوهی اکرم خول احرار خولوف، سبحان خول اسمایلوف سابقه زیاده از 25 سال این هم در شختای شروب دارد. اینچنین سفر بکسنگو اپیراتور کمبای نخبخانی حضیر زمان موسیر که برای تکنیکی که در نبور میبینیم، این تجهیزات رو ما از جمهوری خلقی چین برای سری مال زود و با صفت گذاشتن این حرفیات ها خریداری نمودن کار میکنند. خب ما نیز عین حال گروه ایجادی برنامه تحلیل سیاسی پیشرفت پیش از همه خاطر رسان می که با تبریک شما اومدند، برای مثال برای اون اومدند که اون زحمت های شما رو بیننده به خبر است از زحمت های شما نوازی شما در این زیر مثال داخل کوه، در این شخت ها و در این 300 متر داخل کوهسار به خبرند. شما و در سیمای شما تمام اون نفرانی که بهر رشد صنعت کشور، بهر رشد تمام ساهای کشور کوشش میکنند، همچون معمار استقلال کشور محسوب میوبند. تشکر زیاد که امروز هدف چهارم ملی صنعت کنونی با صورت است. همین زحمت های شبانه روزی شما و زحمت های تمام صنعتچیان و ساختمانان و دیگر کشاورزان دیگر ساحه است که صنعت و دیگر ساحه های مملکت رشد میکنند. و میخواستیم از زبان همین آقای شریف جون که تجربه خوبی کاری داشتن، شما میتونید که در برنامه تحلیل سیاسی پیشرفت بگید که چی نارسایی است در سطح کار شما، چی کمبودی است و چی موفقیت ها است و چی گفتنی است. من هم دو سال باز به همین جون وامروی سردارم سنگف کار میکنم، رحمت می هر شش ماه از لباس سی شختیار سر کرد تو فنر دیگه تجهیزات رو مور تامین میکنم. من همچی چلونگر برقی به همین جونم که تمام تجهیزات که از دهنوی ما نرفته سردار با ما مهیا میکنن. این چیز رو کارخانه ما برجه کارخانه نقصازر از روی تکنیکی تمام تجهیزات های نو از طرف های اوکراین، خطای روسیه من آورده شده است، کار کرده است. من خودتون هم توپ گواه شدید طرز کار کنی مثال بایران سلامت باشد. نازکی و یمین کار مثلا در این شخص در شرایط کوهی تاجیکستان چی گونه است؟ من اسماعیل صبحان همچه راهکشای زیر زمینی پیشتر در شخص شوراب کار میکردم. با تکلیف راهبرم و سنگف با اینجا اومدیم، یک گروه یک برگاد شده اومدیم. در اینجا خودتون دیدی استودید که همه چیز تکنولوژی نو. ما از راهبریت همین کارخانه به نهایت منت داریم که با ما خورد خوراک به ملال سیوا خورد خوراک گرم لباسی گرم. شما در سمینار مشورتی که از جانب خدمات دولتی نظارت در سایه صنعت و کوهکاری مملکت اینچنین دیگر شرکت ها و نمایندگان مسئول مثال حکومت جمهوری اشتراک داشتند، بعضی کمبودی ها و بعضی مثال پیشنهاد ها بود. شما چگونه چی برداشت کردید از اون کمبودی ها که در اونجا یادرست شد، مثلا جهت کار کردی زیر زمینی و جهت پیشروی ساحه مثال انگشتگانی چی گفتنی هستید؟ کدام پیشنهاد های اونها مثال جالب دقت است برای در آینده عملی ساختن؟ من سر اول به همه تشکیل کنندگان همین سمینار مشورتی که خدمات نظارت دولتی به خطر کوهو در سوهای صنعت و سوهای کوهکاری جمهوری تاجیکستان تشکیل کردن، سمینار مشورت رو من مینداری میکنم که یک عامل شد برای کشود و روشن ابراز داشتن کمبودی های سوها، پیشرفت سوها و توسعه ها برای در آینده روش کردن سوهای استخراج انگشت. البته کمبودی و ایراد هایی که در خود سمینار آورده شد، من که شاهد بودم استیراق داشتم، همش قابل قبول است. امروز ما استقلالیت داریم، امروز ما خودمون صاحب دولت خودمون هستیم. اگر خود ما همه کمبودی ها رو چون که جناب ولی میگوید اگر خود ما برطرف نکنیم، هیچ کس برای ما برطرف نمیکند. در سمینار اویدی رشد کردن سوهای انگشت، یعنی تهیه لایحه های نو،
سری وقت تامین نمودن و اجازه نامه دادن به کارخانه های سوی استخراج انگیشت برای هر چیز زیادتر استخراج کردن انگیشت، آموزش فرو گرفتن جوانان برای تیار شدن و گذشتن طرز صنعت استخراج انگیشت را تامین نمودن مشورت ها رفت، شناسایی کردن جوانان با تکنولوژی های معاصر تکنولوژی نو عامل ها برای گویم تامین رشد صنعتی کنونی جمهوری تاجیکستان که هدف حکومت است سخن های بسیار جالب گفته شد، پیشنهادهای بسیار خوب بود. اگر همین نمود مشورت ها چقدر در کارخانه های استحصالی زیاد شود، همین قدر کمبودی ها زود به نظر گرفته می شود، کمبودی ها آشکار کرده می شود و برطرف کردن آن سر وقت حرکت کرده می شود. از این از جهت دیگر تجربه یک دیگر کارخانه های سایه انگشت می فهمند، می گیرند از خود، تبادل تجربه می شود. من بسیار خرسند بودم که در همین خیل مشورت، در همین خیل سمینار اشتراک کردم. یگون کار مثال به نورسوی نمی شود. برای رشد بیشتر مثال البته هست، به چیزی هست قناعت میکنیم، این چیز مثال طلبات زمان است، برای بهتر از این خوبتر شدن کوشش میکنیم. چی پیشنهادها است مثلا، چی گونه باید مثال چی تامینات ها باشد، من شاید شما گوید که چی تامینات ها باشد که همین ساحه مثال کوهکنی چخلی که نقشه موندن که از 2020 تا 2025 رشد ساحه استخراج انگشت در طریق زیرزمینی برای رشد دادن همین بیشتر مثال در دوام همین 5 سال چی لازم است، چگونه شرایط باید مهیا شود، چگونه تکنیک ها باید مهیا شود؟ اون چیزی که ساخت گئولوژی خود همین منطقه پیشکش مردم کرده است، چیکی طبیعت آفریده است، به طور دیگر بگیم طرز کار کردش فقط همین طور می شود. از این زیاد تامینات، از این زیاد تجهیزات، از این زیاد طرز کار من فکر میکنم در تاجیکستان نظیر ندارد، زیرا که گذاشتن نقبه اساسی به واسطه کمباین، انتقال انگشت به بیرون به واسطه کنویرهای زمانوی، کنویرهای بلچدار استحصال فدراسیون روسیه، گذاشتن نقبه حرفیات های یوری دهنده به واسطه دستگاه پرمگری بگیاد و استحصال فدراسیون روسیه، بینیم که قریب 90 فویزی گویم استخراج ما، تجهیزات ما مؤثرند. تنها برای زیاد کردن استخراج انگشت در حدودهایی که قبط انگشت هموار خوبیده است، تنها استفاده کمپلکس های انگشت استخراج کنی ضرور است که در این منطقه افتیش انگشت از 47 گرادوس تا 62 گرادوس، تنها در قسمی جنوب و شرقی همین منطقه افتیش انگشت تا 18 گرادوس اومده میرسد که تنها استفاده کمپلکس در همون جای ضرور است. میگفتید که چند مدت شد که مثلا 300 متر شما نقبه کارکرد زیرزمینی انگیش رو در همین محیط براه مونده، از کی آغاز کرد شده؟ مدت 2 سال شد که خیده زیرزمینیش با کار آغاز کرده است. ما 4 افق رو با کار برای استخراج اومده کردیم، افق 3020، افق 3045، افق 3080، افق 3120. همین 4 افق در مجموع اگر مسافه همه حرفیاتو را گیریم زیاده 1200 متر را تشکیل میدهد که طلبات استخراج انگشت به طریق سرز زیرزمینی هم طلب میکند که باید اول همه حرفیاتو آماده کرده شوند، انگشت برای استخراج در بلوکو تیار کرده شود، بعد وای به استخراج اجازه داده میشود. این حال ما تنها در یک افق، در افق 3080 300 متر رفتیم، افق 3020 هم همین خیل تا 300 متر تیار کرده شده است. وقتی که همه بلوک ها برای استخراج تیار شدن، بعد ما با استخراج انگشت سر میکنیم. اون چی که ما در کنویر ها دیدیم، در لنت های انگشت برای دیدیم، این تنها از کارهای آماده سازی قیده برای استخراج برامده. یعنی حال کارهای مثال کار کرد و بندوبست و روان کردن با دیگر چیزی که در بیرون بود، این با قسم دیگر، این مرحله دویو مرحله استخراج است. این حال ما در مرحله آماده سازی قطعه زیرزمینی قرار داریم. متخصص سطح عالی برای همه جا لازم است. کوشش کنید که متخصص سطح عالی باشید، یعنی کورکورونا مؤسسه های عالی رو خط نکنید و متخصص سطح عالی باشید، یعنی شخص هنرمند صاحب کسب در کجای باشد نونش میوبد میخورد، با سختی هم با آسانی هم نونش میوبد میخورد. خب تشکر زیاد برای شما، برای کار سلامتی سربلندی موفق باشید. هدف جمهوری ملی را کامل نمایید. تاجیکستان عزیز.
اینچونین ضمن تهیه برنامه به گروه ایجادی ایان گردید که کارخانه های دولتی و غیر دولتی در موضع کنی انگشت فون یغناب به استخراج و استحصال انگشت مشغول بوده در برابر شرایط خوب معیشی و کاری فراهم آوردن به کارمندان اینچونین احسان کاری و کارهای آبادانی را در ناحیه عینی وسعت تازه بخشیدند. کارخانه فرعی شخت فون یغناب از قبل همین کارخانه ها محسوب می‌یابد که در قطعه های زیرزمینی انگشت کن در بلندی زیاده از 3080 متر از سطح بحر شرایط مساعد برای کار و استراحت کارمندان فراهم آورده است. عین زمان در 6 کارخانه انگشت، 4 کارخانه دولتی، کارخانه فرعی شخت فون یغناب، کارخانه فرعی زیدی، جمعیت سهامی کشاده انگشت، جمعیت سهامی کشاده انگشت کمراب و 4 کارخانه غیر دولتی، جمعیت سهامی پوشیده کمبینت متالورگی تاجیک، جمعیت دارای مسئولیتش محدود تلک و ریسورس، جمعیت دارای مسئولیتش محدود قدرت 2010، جمعیت دارای مسئولیتش محدود گنج با طرز کشاد و زیر زمینی و استخراج انگشت مشغول می باشند. بینو به اطلاع رسمی تا سنه 26 آگوست سال جاری استخراج انگشت در جمهوری 1,165,000 تن را در بر می‌گیرد که نشان داد مذکور نسبت به همین دوره سال 2019 3,18,000 تن زیاد می‌باشد. استخراج انگشت با طرز کشاد 1,100,000 تن یا اینکه 94.4 درصد و با طرز زیرزمینی 64.8000 تن یا اینکه 5.6 درصد را تشکیل می‌دهد. نشان داد مذکور حصه استخراج را در کارخانه های دولتی به 59 درصد و در کارخانه های غیر دولتی به 41 درصد برابر نمود. در 8 ماه سال 2020 جهت پیشبرد کارهای استحصالی 724 عدد تکنیکا و تجهیزات به کار ساحه سفربر کرده شدند که از این 401 عدد تکنیکا های کریری و 323 عدد تکنیکا و تجهیزات شختوی تشکیل می دهند. شماره کارمندان ساحه در عموم در این دوره به 1662 نفر برابر گردید. در دایره استخراج و استحصال انگشت بنا به اطلاع رقمی دوام 7 ماه سال جاری کارخانه های ساحه جهت استخراج طرز کشاد انگشت در حجم 4.1 میلیون متر مکعب کارهای قبط کشایی را به اجرا رسانیدند و متناسبی کارهای قبط کشایی نسبت به استخراج انگشت به حساب میانه به 4.6 متر مکعب تن برابر گردید. در بعضی قطعه های کاری کارخانه از جمله در قطعه رقم 1، 3 و 6 کارخانه فرعی شخت فون یغناب تناسب کارهای قبط کشانی به 10-11 متر مکعب تونه، در قطعه رقم 1 و 2 جمعیت سهامی پوشیده کمبینت متالورگی تاجیک به 8-9 متر مکعب تونه برابر گردیده است که کارکرد منبعده این قطعه ها از چند جهت فایده آور نیستند. با افزودن تناسب کارهای قبط کشایی سالهای منبعد استخراج انگشت با طرز کشاد کم میگردد. بنابراین ضروریت دیده بر آمدن تکنولوژی کارکرد زیرزمینی پیش آمده است. عین حال باشد برای کارکرد زیرزمینی در قطعه کریر نی کنی انگشت فون یغناب از طرف کارخانه فرعی شخت فون یغناب در موضع غیزن کنی انگشت موغیان از طرف جمعیت دارای مسئولیتش محدود دیان انگشت تاجیکستان در قطعه روات کنی انگشت فون یغناب از جانب جمعیت سهامی پوشیده کمبینت متالورگی تاجیک و در قسمت غربی کنی انگشت زیدی از طرف کارخانه فرعی زیدی زمینه ها گذاشته استودند. در قوت 16 قوت 14 از روی نقشه های کروی کوی عمل کرده فعالیت کرده سودیم قوت کشوید وقت به وقت رفته استوده است انگشت تامین شده استوده است و در این سال باز ما پلان های پیشبینی شده را در قوت های زیر زمینی یعنی شخت های زیر زمینی گذاشتیم که در شخت های زیر زمینی ما عمل کرده استودیم و تا این جانب از اونجا چند فویز انگشت به تیس یعنی تامینات به وارد کردیم. یکی از مقصد و وظیفه های برنامه رشد ساحه صنعت انگشت برای سالهای 2020-2025 که لایحه آن به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده است این وسیع و عاقلانه استفاده نمودن ذخیره های صنعتی انگشت از جمله گذشتن به کارکرد زیرزمینی کانها می باشد.
برنامه مذکور دورنمای افزایش استخراج زیرزمینی انگیش را تا به 1.2 میلیون تن یا اینکه تا به 52% پیش بینی می نماید. استفاده برندگان اساسی انگیش در بازار داخلی جمهوری این مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو، کارخانه های استحصالی سیمنت، مساله ساختمانی، متالورگی، خواجگی های منزلی و کمونالی، بیمارخانه ها، مؤسسه های تعلیمی، قسم های حربی و اهالی محسوب می‌یابد. وابسته به این با مقصد تامین اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 31 مارس سال 2020 تحت رقم 199 در باره سری وقت آماده نمودن ساحه های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیرماه زمستان سال های 2020-2021 در کارخانه واحد دولتی انگشت تاجیک برای تامین سری وقتی طلبات مرکز برق و گرمی‌دهی شهر دوشنبه ستاد فوری بین اداروی تاسیس داده از رفت تامینات و انتقال هر روزه انگشت به مرکز برق و گرمی‌دهی مؤسسه های بوجوی و اهالی نظارت قطعی برده شده ایستاده است. مطابق جدول تصدیق گردیده تامینات انگشت برای احتیاجات مرکز برق و گرمی‌دهی شهر دوشنبه در سال 2020 انتقال دادن 1,300,000 تن پیش بینی کرده شده است که بنا به اطلاع مقامات دخلدار الکای 675,000 از 3,000 تن انگشت انتقال گردیده است. خب بینندگان عزیز، انامین محصولی انگشتی که در دست من قرار دارد، این محصولی کارکرد انگشتکنان، انامین قطعه زیرزمینی کارخانه فرعی شختای فون یغناب است که در دست من قرار دارد. البته با صفت بلند استخراج شده است، برای اینکه از چقری 300 متر استخراج می شود. هدف و مقصد برنامه رشد ساحه صنعت انگشت در جمهوری که لایحه یونکه به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده است برای سالهای 2020-2025، هدف در آن است که سمت استخراج انگشت را در شکل روی زمینی کاهش داده، بیشتر به شکل استخراج انگشت زیر زمینی گذارند. یعنی خصوصیت در آن است که شکل استحصال انگشت زیر زمینی برتری اصلیش در اون است که به طبیعت، یعنی به محیط اطراف ضرری کمتر دارد، یعنی که طبیعت رو در مقایسه با وای کمتر افلاس می نماید، یعنی چه خیلی که استخراج روی زمینی افلاس می نماید، زیر زمینی کمتر. و خصوصیت خوب استحصال زیر زمینی هم در اون است که صفت خوب انگشت رو یعنی کارکر کرده و استفاده پیشکش می نماید. برای رشد دادن ساحه صنعت انگشت در جمهوری در دایره هدف 4 ملی، یعنی صنعت کنونی با سرعت، چاره ها و هدف های ضروری نگرانیده شده است که البته با برطرف کردن بعضی مانعه هایی که هست در آینده نزدیک امید است که ساحه صنعت استخراج انگشت در جمهوری رشد میکند. تا صحبت و دیدار دیگر در برنامه تحلیلی و سیاسی پیشرفت، سلامت و سربلند باشید.